همچین که حرکت کردی و بفهمی نفهمی یه خوردم ازش جلو زدی، یهو میپیچی جلوش تا حالش گرفته بشه. آی دکتر، یه بسیجی سیلی خوردن نوشته که امسال میخوان به جای توزیع متمرکز ساندیس تو 40-50 نقطه به برادرای بسیجی ساندیس بدن. برای دهه فجر. بله بله، بعد بفرستنشون تظاهرات. این یکی اشتباه تاکتیکی توزیعی، اگه بسیجی ساندیس ها رو بگیرن و سرشون بندازن پایین و همجوری برن پیکاشون، چه خاکی به سر خودمون که هیچ به سر مقام عظما میکنیم. اولا تو فکر خاکی که تو سر خودت میکنی باش، لازم نکرده تو کار مقام عظما فضولی کنی. بسیجی احمق، خاکی که مقام عظما باید بریزه تو سرش خود آقای دکتر بزن با آدم شخص میکنن، به فضول اردنگی زدن گفت تا کفشتون سوراخه. باریکلا، دیگه خنده اضافی نکن. ثانیان اشتباهت همینجاست. کی میخواد همه چی رو تو ایستگاه اول تحویل بده؟ میتونیم ساندیس رو اونجا تحویل بدیم، کیکش رو بذاریم تو محل برگزاری تظاهرات، که ارتباط معنوی و قوی بین کیک و ساندیس امت همیشه در صحنه رو بکشونه به تظاهرات. مثال پزشکی برات میزنم. میدونی تو کشورهای پیشرفته جن و چطوری از تو وجود نفر میکشن بیرون؟ نه خیر، 30 روز طول میکشه. شروع میکنن به مریض کیک و ساندیس میدن، 29 روز همین کارو میکنن، کیک ساندیس با هم. روز 30 ساندیس رو میدن ولی کیک نمیدن. جنه میاد بیرون میگه کیک هم کو، همونجا دستگیرش میکنن و میکشن بیرون. تازه کل این قضیه که بسیجی ساندیس رو بگیره و بره پی کارش اشتباهه. بسیجی اگه شده یه ما همونجا وای میسه که یا ساندیس بعدی رو بگیره یا کیک رو بگیره. به عقلش نمیرسه که اگه با یه ساندیس بزنه بره کنار برده. طرف خرش رو بسته بود به اصداری، یه زنگوله هم انداخته بود گردن خره، خودش هم زیر درخت خوابیده بود. میگفت اگه خره وایسه صدای زنگوله قطع میشه، من میفهمم. اون وقت میام راش میندازم. گفتن تو که خوابی، اگه خره به اینجای وایسه و همینجوری فقط کلش رو تکون بده تا صدای زنگوله در بیاد و گولت بزنه، از کجا میفهمی؟ طرف گفت اگه این کارو بکنه دیگه اون خر نیست، من خرم. باز زنگوله رو بس به گردن من، اونو برد زیر درخت خوابون. یا همچین بذارم که زنگونه ببندی به خودت کله تکون بدی. میخواستم بگم شما از اون با معرفت داره اصلی هستین که قاطی نداره. شرمنده اخلاق حقیقت بینت هستم. کوچیک همه با معرفت داره جهان، از جمله آقای دکتر بزن. از جمله نه، در رأسشون دکتر بزن. در رأسشون دکتر بزن. شرمنده اخلاقت هستم. کلا میدونی تیپ کار درستی به نظر میای، تیپ راستوری سیاسی. این گل میمونی، یه گل خوب، گل بزرگ، گلی که گل برگاش نیست کرد خاراش نقده. به علت بارش بیوفایی جاده عشق لغزنده است آیه دکتر، لطفا با محبت حرکت باشه. ولی تا بیشتر از این به ما ارادت پیدا نکردی برنامه تو تموم کن بره پی کارش. مصاحبت ما مثل وایسادن رو سیمان خیسه، هرچی بیشتر بمونم رفتنم سختتر میشه، بعدم که برم جای پام همیشه رو قلب دیمه. توشن شد مشت آنست که خود بپنید.